سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت آریانا. و ما در آریانا نیوز همکارم شعیب صدیقی با برنامه آغاز روز با شما خواهد بود. آقای صدیقی بفرمایید. تشکر آقای عبدالله. سلامت. بازم خوش آمدین. در ادامه برنامه آغاز روز میپردازیم به اینکه کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس سنا میگوید که نهادهای دولتی توانستند 46% بودجه انکشافی سال مالی 1393 را مصرف کنند. در عین زمان حساب‌های قطعیه سال 1393 نیز با رسانه‌ها و جامعه مدنی شریک ساخته شد. برخی سناتوران می‌گویند آگاه شدن مردم از حساب‌های قطعیه نهادهای دولتی سبب می‌شود که مردم از فعالیت این اداره‌ها مطلع شوند. برای بحث بیشتر در رابطه با این موضوع آقای رحیم جامی عضو سکرتاریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی با ما در استودیو هستند. آقای جامی سلام بر شما و خیلی خوش آمدید. در آغاز اگر بگویند که آگاه شدن مردم از فعالیت و کارکردهای وزارتخانه‌ها چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟ سلام بر شما، بر همکاران عزیز ما و همچنان بر بیننده های عزیز. دقیقا در یک نظام و در یک دولت مردم سالار اصل شفافیت و حسابدهی از اصول اصلی و اساسی یک نظام دموکراتیک است. زمانی که شما شفافیت، مؤثریت و مثمریت عمل کردتان مخصوصا از دیدگاه بودجوی و مالی تا یک سال مالی شما عملی میکنین، گزارش میتین و دستاوردها و نتایج از او بودجه اختصاصی خود به رسانه ها، برای مردم، برای جامعه مدنی، برای کارشناس های امور تقدیم میکنین و در اونجا نشان میتین که چقدر شما موفق بودین و چقدر موفق نبودین و آیا تا چی اندازه سطح پیشرفت و یا چرخی اقتصادی شما در حال پیشرفت بوده و یا ای که در حالت رکود یا عقب گرد قرار داشته. به این اساس با در نظر داشت شرایط دو سال میشه که کمیسیون امور اقتصادی مخصوص مشران و جرگه یا مجلس سنا تلاش میکنند که حسابدهی یا سند قطعی هر ساله در اختیار جامعه مدنی و رسانه ها قرار بتن و همچنان روی از بحث و رایزنی صورت بگیره. این بار هم برنامه‌ای که برگزار شد برنامه مشترک بود که برای اولین بار با مجلس سنا از آدرس جامعه مدنی افغانستان و مخصوصا گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان را اندازی شد و روی دو هدف بود. هدف اولی این بود که ما چطور میتونیم که از آدرس جامعه مدنی افغانستان با مجلس سنا در مورد بودجه و بودجه سازی و تطبیق بودجه و بالاخره اجرای شدن پلانهای بودجوی ما یک میکانیزم مشترک کاری دو جانبه را شکل بدیم که جامعه مدنی بتونه که هم نظارت بکنه بر اساس اصل قانون و هم بتونه که مشوره دهی داشته باشه در مواردی که مشکلات وجود داره. و در کنار از او ما ببینیم که همو ناکامی ها، عقب مانی ها و پیشرفتات تا چی حد بوده و ما اصل مکافات و مجازات ما در این پروسه ما در نظر داشته باشیم و بالاخره با همکاری مشترک بتونیم که از این وضعیت بیرون شویم. بودجه که در سال 1393 مصرف شده که حتما سند گزارش از او در دسترس شما هم قرار گرفته، متاسفانه که فاجعه بار هست. ما اگر ببینیم در مجموع 81% از بودجه عادی را مصرف کردن دولت افغانستان و واحدهای اداری شان، ولی از بودجه انکشافی 46%. بودجه عادی زمانی مؤثریت داره مصارف از او که در تطبیق و در عملی ساختن بودجه انکشافی به مصرف برسه. یعنی به این معنا که در یک اداره 10 نفر شما استخدام میکنین، برزونو معاش میدین، موتر میدین، امکانات میدین تا اونا یک پروژه مثلا 100 میلیونی یا 100 هزار دلاری رو تطبیق بکنن، در حالی که اینا در جریان یک سال 10000 دلار بودجه عادی خود مصرف کنن، معاش بگیرن، امتیاز بگیرن و بشینن در داخل دفتر و از امتیازات از استفاده بکنن و کار عملی که تطبیق و پروژه 100 هزار دلاری است او به جای خود باشه یا 10% را تطبیق بکنن، به این معنی است که این اداره، این کارمندها همش ناکام است و پول به هدر رفته و حالا دقیقاً همچنین کار شده. در سال 1393 81% از مجموع بودجه عادی مصرف شده، از بودجه انکشافی 46% مصرف شده و به اساس همو آمار و ارقامی که پیش ما هست، مثلا از بودجه مجموعی بودجه تخصیص یافته که برای بودجه انکشافی بود 158,572,973,000 حدودا افغانی بودجه انکشافی ما بوده در این سال، ولی از مجموعی از او 72,648,000,000 اینا مصرف کردن و چیزی بالاتر از 85 میلیارد و 924 میلیون افغانی اینا مصرف نتانستن کردن. و بعدش که شما اینو میبینین از آدرس وزارت ها و نهادها و هر سکتوری که اینا مصرف کردن، هزینه ایزونا میبینین و پروژه ایزونا رو میبینین، در اونجا واقعا یک چیزی بسیار جالب شما برمیخورین.
مخصوصا در این شرایط، در این وضعیتی که ما میبینیم که افغانستان در چه حد قرار داره و هر روز ما نیاز داریم که به طرف صعود باشیم و بالا بریم، ما در یک قهقرا و عقبگرد داریم در هر سال بودجه خود، متاسفانه در هم تطبیق از او. مثلا در حال حاضر وزارت کار و امور اجتماعی با تمامی نیازمندی هایی که وجود داره 31% بودجه انکشافی خود مصرف کرده و بلندترین بودجه انکشافی که مصرف شده 88% است که مربوط وزارت دفاع است، 87% است که مربوط وزارت داخله است و همون رقم باز پایین آمده. ولی در جاهایی هست که مثلا وزارت امور شهرسازی در مجموع تانسته 17% هزینه بکنه بودجه انکشافی خود، که این واقعا در یک کشور مثل افغانستان که اشد نیاز برای مثلا همچون یک وزارت هست که در شهرسازی، در مسکن، در تمامی موارد اینا اقدام بکنن، اینا ناکام بودن. یا مثلا در اینجا بسیاری از وزارت ها و ادارات دیگه است که همون رقم که شما میبینین که 14% 15% بودجه انکشافی خود مصرف کردن، هزینه کردن. و حتی در جای هم میگن که مثلا در اینجا مثلا وزارت دولت در امور پارلمانی یا وزارت امور زنان 8% مصرف کرده، با تمامی چالش هایی که در برابر زنان، در برابر فرارای قانونگذاری در بخش زنان وجود داره، 8% بودجه خود اینا مصرف کردن، که اصلا ناکامترین وزارت باید اینا رو بخونیم ما. یا مثلا از اون که پوینتر ریاست مبارزه با حوادث، ما شاهد حوادث طبیعی در افغانستان حداقل زمستان پار بودیم، متاسفانه از بودجه انکشافی خود 7% اینا مصرف کردن، در حالی که پول در حسابشان هست، امکانات در دسترسشان هست، اما متاسفانه مدیریت ضعیف و افرادی که در اونجا قرار دارن نمیفهمن که چگونه ایره مصرف بکنن. و همو است که در یک کشور مثل افغانستان با تمام چالشایی که وجود داره، ادارات کلیدی از اون نمیتونن که بودجه انکشافی خود به مصرف برسونن. حالا مشخصا از ادارات و وزارتخانه هایی که شما نام گرفتین، بیشتر وزارتخانه کلیدی بوده و همونطور که شما فرمودین بیشتر در مسائل و مراحل دیگر میشد که استفاده بکنن و بودجه خود به مصرف برسونن. مشخصا فکر میکنین که دلیل مصرف نشدن یا عدم مصرف این بودجه ها در چه میتونه باشه؟ آیا واقعا ظرفیت این وزارتخانه ها پایین است؟ متاسفانه تای 14 سال گذشته یک فرهنگ بد را که ما به جا گذاشتیم، یعنی دولت ما و حکومت پیشین به جا گذاشت، متاسفانه فرهنگ و یعنی ما دید مصلحت گرایانه و امتیاز بخشیدن و امتیاز دهی برای افراد و اشخاص بود. زمانی که شما میایین واحد های اداری تانه، وزارت خانه های کلیدی تانه، بر اساس قوم، بر اساس زبان، بر اساس گروه، بر اساس حزب تقسیم میکنین، شما فاتحه شایسته سالاری را دیگه خواندین. وقتی یک وزارت مربوط ممیشه به اساس همون تقسیمات مصلحت گرایانه، او دیگه من متعهد به این نیستم که من بگویم خب در اینجا یک فرد متخصص ما باید بیارم بشانم و این عمل کرد بکنه و کار بکنه. برعکس من فکر میکنم که چطور از این امتیازی که در دستم است به نفع خود، حلقه خود، گروه خود، حزب خود، قوم خود و همو درصدی که به من رسیده از او استفاده بکنم. متاسفانه ما شاهد خیلی حوادث بد بودیم در سالهای گذشته از لحاظ ساختاری، ظرفیتی و اداری. وزارت‌هایی داشتیم که 60 تا 65 تا 70 تا مشاور داشتن. هر مشاور از این، مثلا که اگه ببینید پوینترین مشاور از اونا که من آمار دارم، لست دارم، $5,000 معاش میگرفت ماهانه، اما هیچ گونه کار مؤثر را اونا انجام ندادن در اونجا. ولی برعکس چون امتیاز بوده برشان، باید امتیاز بگیرن. در کنار از او افراد، ببینید شما یکی از موارد، مثلا من میخوام اشاره بکنم به عنوان نمونه از تمام افغانستان، در حکومت قبلی ما از ولایت میدان وردک چند تا وزیر داشتیم. وزیر معارف ما از میدان وردک بودن، وزیر دفاع ما آقای رحیم وردک از اونجا بودن، آقای نبیل که رئیس امنیت ملی است در اون زمان هم از اونجا بودن و هستن فعلا، و مثلا چند تا وزیر دیگه مثلا آقای خرم از همونجا بودن. اما امروز وضعیت میدان وردک چگونه است؟ آیا مکتب در اونجا باز است؟ آیا امنیت در اونجا تامین است؟ آیا در اونجا واقعا مردم از کارکرد عمل کردن راضی است؟ و آیا همی بزرگوارا میتونن آزادانه در اونجا رفت آمد بکنن؟ به عنوان نمونه میگم، مثل از این تمامی ولایت شما مقایسه بکنید. پس این خودش نشان دهنده عزیز که یک گروهی هست که اینا دائما وزیر هستن، سفیر میشن، والی میشن، مشاور میشن، رئیس کمیسیون میشن و اینا در این چرخه و در این حلقه میگردن بر اساس همون امتیازها. پس به او اساس زیر دستار هم کسایی که میرن مقرر میکنن، اونا بر اساس شایسته سالاری نمیان، اونا بر اساس همون زدوبندها و ضوابط و بالاخره روابط میان، نه ضوابط. این خود از این باعث ازی شده میتونه که بودجه عادی دائما مصرف شود، بودجه انکشافی به جای خود بونه. ولی
در جایی و با درصدی که بودجه انکشافی مصرف شده. یکی از اصول به عنوان یک شاگرد اقتصاد که من الفبای اقتصاد میفهمم میدانم و مسلک من اقتصاد ملی و پلان گذاری هست، زمان شما میتونین یک پروژه را از دید اقتصادی موفق و کامیاب بگوین که در اونجا اولا نیازمندی از او بر اساس اصل شفافیت او پروژه دیزاین شود، مؤثریت از او تضمین شود، مثمریت از او تضمین شود. پروژه هایی که تطبیق شده، اگر ما سرک تنها ببینیم، سرک های حلقوی ما که میلیون ها دلار روی زمین مصرف شده و با یک مبلغ هنگفت بر ما تمام شده، آیا 5 سال کار کرده؟ 2 سال بعد ترمیمات از او شروع میشه. این خود از این نشان میده که کیفیت پایین هست. تطبیق شده از لحاظ شکلی، از لحاظ محتوایی مؤثریت و مثمریت نداشته، کیفیت آنچنانی نداشته. پس به این اساس ما میتونیم گفته که پروژه‌ای که تطبیق هم شده اونا هم زیر سوال هستن. پروژه‌ای که تطبیق نشده، ببینید در کشورهای دنیا هر کشور بر اساس بودجه و بالاخره تطبیق بودجه خود یک سیستم و نظام داره. مثلا فرانسه را اگر ما شما مثال بدیم، در طول تاریخ بودجه گذاری فرانسه اصول از نوعی است، اگر حکومت در تدبیق بودجه خود کامیاب نشد، تمامی حکومت، تمامی اعضای کابینه، تمامی او ساختار و او حزبی که در قدرت است کامل باید کنار بره، مقاماتش به محکمه و سرانوالی معرفی شود و تیم جدید بیاید. که در طول تاریخ حکومت نوین فرانسه یک بار میشده که تمامی نظام از او از هم پاشیده. ولی دیگه نیاز به این نیست که در اونجا یک کسی باشه که بگه که خب در مجلس سنا، در مثلا ولوسی جرگه، در جاهای دیگه برن دست به معامله گری بزنن، دست به امتیاز دادن و امتیاز گیری بزنن تا اینکه بقای خود داشته باشن و بعد از اون امتیاز گیری خود داشته باشن، معاشات فوق العاده خود بگیرن، پروژه ها رو هم تطبیق نکنن و بالاخره سرنوشت هم این باشه که در هر آخر سال ما به جایی که پیشرفت داشته باشیم یک عقب گرد داریم. حالا فکر میکنین که دولت چقدر در این بخش باید بیشتر مسلکی کار بکنه و توجه لازمش داشته باشه در رابطه با این نکته؟ مشخصا اگر یک مکس هم در رابطه با نقش های زهمیت جامعه مدنی در خصوص داشته باشین. حکومت آنچنانی که ما قبلا هم بارها گفتیم، بارها پیشنهاد کردیم و بارها هم در نشست های ملی، هم در نشست های بین المللی و مخصوصا نشست سام و نشست ریکا که همیال امروز آغاز میشه، نشست سام که فردا نه پس فردا هست، در نشست های بین المللی بیشترین پیشنهاد تاکید ما در موقف نامه ها روی تخصص، روی شایسته سالاری، روی حکومت داری خوب و روی حاکمیت قانون بوده. به این اساس حکومت زمان موفق بوده میتونه که اولا متعهد به حاکمیت قانون باشه، در مرحله دوم حکومتداری خوبه بر اساس تخصص، شایسته سالاری و اصل مکافات و مجازات باید شکل بده. و موضوع سوم، درست است که در 13-14 سال گذشته ما امکانات فراوان در دسترس داشتیم، حالا امکانات ما محدود شده میره. هر روز یک لیست اولویت بندی باید داشته باشه که کدام پروژه ها، مثلا از 100 پروژه‌ای که در یک سال پلان میشه، کدام پروژه ها در اولویت قرار دارد، کدامش 100%، 90%, 80%, 50%, 10%, 20%, 30% که بعد به اساس از اون رده بندی شود که کدام ها باید در مرحله اجرا در اول قرار بگیره و بالای جو تطبیق شود. امروز ببینید متاسفانه معارف ما اشد ضرورت و نیاز داره بر اصلاح و ساختار و بر رسیدگی. متاسفانه در مجموع پروژه هایی که وزارت معارف داشته در سال 93، 66 پروژه از اینا صفر است که تطبیق نشده. ما امو احسایی از او را اگر اشتباه نکنم که 66% 66 پروژه از اینا، بله، از مجموع پروژه هایی که دارن، تعداد پروژه هایی که اینا یعنی در یک سال، در سال مالی 93 باید اینا تطبیق میکردن بر اساس امو اسناده که هست، 8 پروژه از اینا بالای 50% مصرف داشته، 25 پروژه از اینا زیر 50% مصرف داشته و 66 پروژه از اینا صفر است که هیچ آغاز نشده. در مجموع 99 پروژه که در یک سال باید اینا تطبیق میکنن با تمام امکانات. این خود از این نشان میده که در اونجا ظرفیت نیست، تخصص نیست و دولت و حکومت هم بر اساس مصلحت ها اونجا افراد گذاشتن. پس ما اگر میخواییم که حکومت داری خوب داشته باشیم، اولا باید از روابط بگذاریم، بر ضوابط و بر اصول اداری و اصل تخصص و شایسته سالاری تکیه بکنیم. دوم، هر کاری را که ما انجام میتیم باید در اونجا بود گزارش دهی، بود مشوره گیری و بود نظارتی را فراموش نکنیم.
که در بود مشوره‌دهی و بود نظارتی نقش جامعه مدنی برجسته است. جامعه مدنی امروزه در ولایات دسترسی داره که در اونجا حتی مسئولین حکومتی ما رفت آمد نمیتونند کرد. جامعه مدنی در متن در جامعه با خواسته های واقعی مردم طرف است و خواسته های زنها رو جمع‌آوری میکنه. جامعه مدنی امروز با همون قوتی که داره، که خوشبختانه امروز جایگاه جامعه مدنی جایگاه 2005 نیست که حکومت تمسخر میکرد بالای نام جامعه مدنی. امروز جامعه مدنی جامعه 2009 نیست که مشوره های از اونا را به نشخند بگیرن و او طرف بیندازن. امروز جامعه مدنی جامعه هست که اگر برای جامعه بین المللی عمل کرد و گزارش دهی انکشافی و تطبیقی و برنامه‌ای دولت افغانستان مور ساعت نگذارد، او برنامه قابل پذیرش به جامعه بین المللی نیست و نقششان نقش بسیار برازنده است. در کنار از او اصل دیگه اصل دسترسی به معلومات است بر اساس قانونی که پاس شد، توشیح مریول اجراس و ما باید از او استفاده بکنیم و رسانه ها بهترین گزینه هستند برای اطلاع گیری و اطلاع دهی برای مردم افغانستان. و در کنار از او متاسفانه در سالهای گذشته یک تعداد از وکلای ما هم با در نظر داشت اصل معامله گری، زمانی که قطعی میه، زمانی که مثلا راپور کاری وزارت میه، اینا میرن با شخص وزیر میشینن، اونا رو تهدید میکنن، امتیاز میگیرن، امتیاز میدن، بعد زمین در داخل مجلس سنا و یا مثلا ولوسی جرگ در مجموع در شورای ملی و اونجا اگر او وزیر برشان امتیاز داد، خب مشکل حل است، روش خاک پاشیده میشه و اگر امتیاز نداد باز اونا به استجواب کشانده میشن. که ای تفکیک معامله گرایانه باید صورت بگیره و هیچگاه با سرنوشت مردم افغانستان از یادرس بازی صورت نگیره. و در کنار از او موضوع دیگه که ما میخوایم برش اشاره بکنم که با تعهد که پس از کنفرانس لندن دولت افغانستان در قبال جامعه مدنی داشت و جامعه بین المللی در برابر جامعه مدنی افغانستان داشت، که میکانیزم همکاری دو جانبه جامعه مدنی افغانستان با دولت باید شکل میگرفت که او آماده است و امروز روی میز رئیس جمهور است و ما خواهان عزیز هستیم که به زودترین فرصت او اجرایی شود، امضا شود، که بعد از این ما به اساس همو بتانیم تمامی وزارت ها، واحد های اداری افغانستان به سطح افغانستان، نه شهرها نه کابل، ما نظارت بکنیم و در اونجا با یافته هایی که ما پیدا میکنیم و نشر میکنیم یکی از قوت ها و عالی فشار شده میتونه برای از اینکه وزارت ها هم و افرادی که در اونجا هستن اونا هم بتانن که بالاخره خود عیار بکنن و بالاخره کار بکنن. ولی یک اصل که به اکثر دوستان اشاره میکنند بر از او را ما هم یک مقدار میپذیریم، زیاد نی. در سال 93 اکثریت واحدهای اداری ما با سرپرست ها اداره میشد که سرپرست ها همون صلاحیت پاس کردن پروژه های بزرگ ندارند. حتی حکومت ما در حالت دولت ما در یک حالت سردرگمی قرار داشت، شورای ملی ما با حالت سردرگمی قرار داشت، ولایت های ما با یک حالت سرپرستی قرار داشتن، حتی هم یاله هم کمیسیون ها، وزارت دفاع، چندین جای دیگه با سرپرست ها اداره میشه. پس به این معنی که باید هم فرهنگ سرپرستی هم دیگه بشکنه به زودترین فرصت و افراد بیاین در اونجا نصب شوند. و در کنار از او یکی از موارد دیگه هم که میتونه مؤثر تمام شوه برای تطبیق از این مورد، ما بودجه سال 1395 که تازه میاد در پارلمان باید با مشوره مردم، با مشوره جامعه مدنی افغانستان و با آنچه که حقایق جامعه ما هست او را بسازیم، نه به عنوان او اصلهای مصلحت گرایانه که در فلانه وزارت اینقدر باشه، در فلانه وزارت اینقدر باشه، باز از مجموع از کسی مصرف کرده نتانه، او پولا باقی بمانه و مشکلی را که برای ما ایجاد کرده بود در سالهای گذشته و در آینده هم ایجاد میکنه. مثلا کشور اکس یا وای میای میگه که من 100 میلیون دلار میتونم به همین پروژه در جریان هم یک سال مالی، وقتی پول انتقال میکنه اگر در جریان یک سال شما او را مصرف کردین، خب مصرف اگر شما 50% از اون مصرف کردین که 50 میلیون شوه، 50 میلیون دیگه از که در ختم سال مالی میمونه او دوباره ریفند میشه میره. او دولت برای ما حساب میکنه که 100 میلیون ما بر شما دادم، ولی ما چون اینجا تطبیق نداریم 50 میلیون از اون رفته. اگر قرار باشه او 50 میلیون دوباره بیاییم، ما 6 ماه دیگه باید با اینا کار بکنیم، عذر بکنیم، زوری بکنیم تا برای ما بیایه، با گدایگری و با تگدیگری او را پس دوباره باید بگیریم. در حالی که کمک هایی که میایه باید با وقت و این خود از این باعث ازی شده میتونه که اطمینان بتیم برای جامعه بین المللی که ما ظرفیت از ساختیم میسازیم،
و این دو بزرگوار ما تعهدایی را که در کارزارهای انتخاباتی کردن اگر فراموش از اونا شده فراموش ما نشده فراموش مردم افغانستان نشده باید به او تعهدات خود بپردازن. حالا یک موضوع دیگه شما که بیشتر از گزینه‌ها یاد کردین نبودن ظرفیت و تخصص و همچنان ادامه یافتن کار ادارات از سوی سرپرستان باعث شد تا از گزینه‌هایی بود که نشد بودجه به شکل درستش به مصرف برسه. یک موضوع دیگر همچنان در تطبیق پروژه ها وجود ناامنی در بعض مناطق بود که پروژه های وزارتخانه باید تطبیق میشد. فکر میکنین که این موضوع چقدر باعث شد تا بودجه نشد به طور درست به مصرف برسه؟ خب عوامل هست، چالش هایی هست که باعث شده که این پروژه تطبیق نشه، اما این به هیچ گونه سند براءت برای دست اندرکارای این نهادها شده نمیتونه. به خاطر از اینکه اگر یک نهادی که مثال ما اگر مسئولیت یکی از وزارت‌ها را داشته باشم و در اونجا پروژه پلان شده و تطبیق شده خود، یعنی آماده تطبیق خود در یک از ولایات بنا بر هر عواملی که من نتونم تطبیق کرده، این مکلفیت ماست که من بیام در نشست خبری برای مردم افغانستان اطلاع بدم، نه ای که من تا آخر آرام باشم 3 سال 4 سال سپری کنم باز آخر وقتی سندم هر سال که ارائه میشه بیرون میای باز برم معامله گری داشته باشم امرای وکیل پارلمان، باز بعد از اون من خود برات بتم بگم والا ناامنی بود، ظرفیت نبود، امکانات نبود، پول نا وقت رسید. این چیزایی است که بهانه شده نمیتونه و سند شده نمیتونه، اما تا حد تاثیرگذار بوده. ولی متاسفانه من نگران بودجه سال 1394 هستم. من فکر میکنم که در سال 1393 اگر 46% مصرف شده، در سال 1394 شاید که 30% ما مصرف نکرده باشیم و نتونیم مصرف کنیم. ناامنی گسترده تر هست، سرپرست ها هنوز وجود دارن، سرپرست ها وجود داشتن تامیالی، وزرایی که تازه آمدن به کابینه تا به حال اونا همو برنامه‌های عملی خود و برنامه‌های اساسی خود در مرحله اجرایی قرار ندادن. در کنار از او هر روز زد و بندهای مصلحت گرایانه که میان دو تیم هست برای گزینش افراد و برای گپای دیگه، این خود از این باعث شکنندگی وضعیت و تطبیق پروژه ها شده. با او اساس من نگرانی ما بیشتر به این است که امسال ما عقب مانتر از سال پار نباشیم، ولی دقیق است که مشکلات وجود داره. ما با همین کشور که مشکل داره سر و کار داریم، اما در ولایتی که امن هست، شما اگر برین از نزدیک اونجا رو ببینین، ولسوالی ها رو ببینین، روستا ها رو ببینین، در جاهایی که امن هست هم کار صورت نگرفته، اگر صورت گرفته نمونوی بوده، سرتاسری نبوده. پس به این اساس وقتی پلان های انکشافی به اساس همین سند به عنوان آمار و ارقام زمانی که شما پیش رویتان میگذارین و نظارت میکنین و قضاوت میکنین، میبینین که در ولایت امن هم کار نشده. مثلا همیال وزارت معارف پیشتر من مثال دادم، 8 پروژه از اینا بالای 50% است. این پروژه هایی که تطبیق شده در جریان یک سال، این در ولایت ناامن تطبیق نشده. این دقیقا در یک تعداد از اگر 50% 4 پروژهش در ولایت ناامن بوده، 4 پروژه دیگه در ولایت امن بوده. در مجموع 99 پروژه که اینا داشتن، این که نبوده که همش ولایت اینا امن باشه، در ولایت امن چند درصد اینا تطبیق کردن؟ آیا یک پروژه نمونوی 100% داره؟ آیا وزارت صحت یک پروژه 100% داره؟ آیا وزارت امور زنان یک پروژه 100% داره؟ وزارت مهاجرین داره؟ وزارت کار و امور اجتماعی داره؟ کدامش 100% مصرف کرده؟ یعنی در مجموع ما برای براءت خود اگر سند جمع بکنیم میتونیم که بهانه بیاریم، ولی از بُعد قانونی و تخصصی و معیارها و ارزشهایی که برای یک کارمند یکی از نهادهای دولتی بر از او پیش بینی میشه و بر اساس همو اصل و بر اساس همو تعهد و تخصص او میای در اونجا، او دیگه مورد پذیرش نیست. خیلی سپاس از حضورتان در برنامه آقای رحیم جامی، عضو سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی. تشکر. تشکر از شما. و از شما هم سپاس که تاکنون همراهی مون کردید. پس از وقفه کوتاه آغاز روز ادامه دارد، همراهی مون کنید. با نام خدا و سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا نیوز. در ادامه برنامه آغاز روز، من مرتضی دانش در خدمت شما عزیزان هستم با بخش ورزشی که روزهای پنجشنبه قرار است که در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز موضوع را اختصاص دادیم به فوتبال، رشته‌ای که بر صورت دیروزها در افغانستان بسیار داغ داره دنبال میشه، بلخصی که تیم ملی فوتبال افغانستان هم اکنون در کشور تایلند حضور داره و برای بازی دوستانه با تایلند آماده میشه که این بازی امروز ساعت 5 عصر برگزار خواهد شد که بر صورت
موضوع بسیار مهم است در فوتبال امروز افغانستان. ضمنی که خب فدراسیون فوتبال برنامه های دیگه هم داره که هم اکنون در جریان است، همچنین قرعه کشی مسابقات فوتسال بود، مسابقات قهرمانی آسیا که مقدماتیش در تاجیکستان برگزار میشه، زون مرکز آسیا و افغانستان تکلیفش و بهتر بگم حریفانش مشخص شده برای رقابت های مقدماتی آسیایی و همچنین مقدماتی جام جهانی هم محسوب میشه این مسابقات که بحث با دوست عزیز و بر صورت فردی که در فدراسیون فوتبال در کمیته فوتبال ساحلی فعالیت دارن آقای رستگار در برنامه داریم و در خصوص موضوعات امروز فوتبال افغانستان با ایشان بحث پی میگیریم. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشین. آقای رستگار شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. شروع میکنیم از اینجا که مجموعاً فدراسیون فوتبال افغانستان برنامه‌اش دیروزها زیاد است و رسیدگی به این برنامه ها سخت است. فدراسیون فوتبال چی میکنه که این برنامه ها را منظم بسازه و منظم کرده و بر صورت برنامه‌اش پیش میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و تمامی هموطنان گرامی. در رابطه با پلان ها و برنامه های فدراسیون فوتبال گفتین که در یکی دو ماه بسیار زیاد شده و انبوهی از کارها هست. مسابقات زیر سنین داریم، مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی، لیگ برتر فوتبال هست، مسابقات های تیم های ملی هست که خوشبختانه پلانی که ریخته هر کمیته با او لایحه وظایفی که خودشان دارن و با او کمیته ای که دارن میان کارهای خودشان مستقلا انجام میدن. تنها فدراسیون فوتبال به صورت یک مدیری که در رأسشان هست مدیریت میکنه، یعنی اگر سفرهایشان دچار مشکل شد او مشکلات حل میکنه. تنها خود کمیته، مثلا کمیته جوانان، تیم های زیر 14 سال، 16 سال و 19 سال ما که به مسابقات جنوب آسیا رفتن و فعلا 14 سال به هند خواهد رفت در سوبروتو کپ، کمیته جوانان میای کارهای خودش انجام میده. زمانی که با مشکل خورد میای به ریاست فدراسیون فوتبال و ریاست فدراسیون فوتبال مشکلش حل میکنه و در نهایت خودش با تمامی مربیان و تیم های خودش کارهای خودش مستقلا انجام میده و بسیار عالی پیش میره که فعلا مسابقات جنوب آسیا رفتن و به این زودی هم 14 سال میره و بعد از دوباره 16 سال به کشور کویت و تیم ملی 19 سال ما به کشور فلسطین خواهد رفت. بسیار. و به همین صورت کمیته فوتسال ما که مسابقات داخلی خودش انجام میده و حالا یک کورسی داره که در ولایت کندهار هست، فعلا استاد رزاق ممرک در کندهار حضور داره و یک کورس مربیگری هست و در هفته آینده کورس داوری را در اونجا برگزار خواهد کرد و همچنین در گروهی که شما گفتین قرار گرفته در کشور تاجیکستان تقریبا دو ماه آینده باید بره که قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان هست، تیم های قدرتمندی هست و ما سابقه بازی با این تیم ها را داریم، هم ترکمنستان و هم تاجیکستان، که متاسفانه در او سال ها ما 6 بر 0 و 5 بر 0 باختیم بازی ها، ما نتونستیم نتیجه خوب بگیریم. اما حالا امیدواری ها زیاد شده در بخش فوتسال. خودتون میبینین جمنازیم ها در ولایت خود چه در پایتخت چه در ولایت های دیگه زیاد شده و تعداد زیادی از فوتسال بازی های ما در کشور ایران هستن که 6 تا از این ملی پوشان دعوت شدن و امیدوار هستیم که با یک تیم بسیار قدرتمند به این مسابقات بریم و نتیجه بگیریم. در بخش ساحلی هم که لیگ برتر ما فعلا هفته چهارمش به پایان رسید که مسابقات بسیار خوبی هست، دوشنبه و سه شنبه مسابقات برگزار میشه، روزی دو بازی و هر هفته با یک تیم یک بازی میرسه، همانند لیگ های که در انگلیس، اسپانیا و بوندس لیگا هست. هر تیم میتونه هفته یک بازی کنه و به صورت 5 ماه مسابقات ادامه خواهد داشت به صورت رفت و برگشت و در میان مسابقات ما لیگ الف خواهیم داشت و همچنین تلاش میکنیم که مسابقات ولایت انجام بدیم. بسیار خب، سر فوتبال ساحلی آمدین آقای رستگار. فوتبال ساحلی بعد از سال 2013 که در جنوری سال 2013 ما در مقدماتی جام جهانی حضور داشتیم در قطر، دیگه بعد از اون ما بیشتر از دو سال است که تیم ملی فوتبال ساحلی ما در هیچ مسابقه حضور نداشته و بر صورت دو تا تورنمنت بزرگ را سالهای گذشته از دست داده، بلخص مقدماتی جام جهانی و قهرمانی آسیا. چرا چی اتفاق افتاد؟ آیا دلیل را مثل همیشه بازم نبود امکانات اینا دانسته فدراسیون فوتبال برای شما که مسئول کمیته فوتبال ساحلی سن، یا نه مشکلات دیگه این بوده که نشده تیم آماده شد برای مسابقات؟ در سال 2014 خب ما 2013 مسابقات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم برای آمادگی در سال 2014 که بتونیم در مسابقات المپیک آسیایی و مقدماتی جام جهانی بتونیم شرکت کنیم. تمرین
خود تیم ملی تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشت، اما متاسفانه مشکلاتی که بین کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی بود ای باعث شد که تیم ملی فوتبال ساحلی ما نتونه این مسابقات بره. نه تنها تیم ملی فوتبال ساحلی، هندبال ساحلی، والیبال ساحلی و دیگر رشته هایی که در بخش ساحلی داشتیم متاسفانه این مسابقات بسیار خوب از دست دادن. مسابقاتی که اعتبار بسیار خوب داره، اعتبار جهانی داره و در رنکینگ نیز تاثیر داره، این مسابقات از دست دادن. یعنی میتونیم بگیم که سال 2014 یک سال بسیار بد بود برای فوتبال ساحلی، نتونستیم که در این مسابقات شرکت کنیم و در رنکینگ فیفا تقریبا شاید وقتی ما در رده دهم آسیا و 63 جهان بودیم، ما تقریبا حتی رفتیم تا 98 جهان و 22 آسیا، میتونیم بگیم یک سقوط بسیار بد بود. اما در سال 2015 هیچ مسابقه در بخش فوتبال ساحلی در آسیا نبود. سال گذشته چه مسابقات مقدماتی جام جهانی هم افغانستان اشتراک نکرد؟ بله، همو گفتم، هم در اونجا نتونست و هم چون تقریبا نزدیک به هم بود، اما مشکلات باعث شد که در مقدماتی جام جهانی هم نتونیم شرکت کنیم. تقریبا در کش و قوسایی که دو مشکلات المپیک و تربیت بدنی بود، فاصله بسیار کم بود، تقریبا نزدیک 2 ماه بود هر دو مسابقه و نتونستیم متاسفانه به همون خاطر با همون جنجال ها در مسابقه هم شرکت کنیم. و 2015 که در هیچ جای مسابقه نبود، تنها یک بازیایی بود که در شرق اروپا در گرجستان برگزار میشد که دعوتنامه‌ای به ما آمد و ما آمادگی خود اعلام کردیم، اما متاسفانه خب این بار دیگه از کشور میزبان مشکل بود، چون اتحادیه جز اتحادیه اروپا شده از نوامبر سال 2014 و در یک هفته مشکل است که ویزا برای بازیکنان ما آماده کنه. به همون خاطر معذرت خواستن و برای مسابقات بعدی گفتن که انشالله دعوت میکنم و تلاش زیادی داریم که تا پایان سال 2015 حداقل یک دوره مسابقات دوستانه ای را برای تیم ملی فوتبال ساحلی در یکی از کشورهای همسایه آماده کنیم که حداقل بعد از 2-3 سال تیم ملی ساحلی ما دوباره یک مقدار جان میگیره و چند مسابقه دوستانه انجام بده و بتونیم که یک انعکاس داشته باشیم، چه هم انعکاس در داخل و هم در خارج، که در رده بندی فیفا بتونیم دوباره یک سودی داشته باشیم. بسیار خب، میایم سر فوتبال. امروز تیم ملی فوتبال افغانستان با تایلند بازی داره. اولین بار است که افغانستان با یکی از تیم‌های قدرتمند شرق آسیایی می‌خواد مسابقه بده در رده ملی. البته بر صورت در این شرایط حساس مسابق بوده، مسابقاتی که در المپیک آسیایی با تیم‌های خوب برگزار کردیم از جمله ازبکستان در همین مسابقات المپیک آسیایی که سال 2014 برگزار شد و افغانستان نتونست نتیجه بگیره در مسابقات. چگونه است وضعیت تیم ملی فوتبال افغانستان؟ دیروز هم خبر شده مصطفی آزادزاده مصدوم شده و به احتمال زیاد برمیگرده آلمان. آیا این تیم میتونه اون خواهش ها و خواسته های مردم افغانستان که این همه دل بستن به تیم ملی فوتبالشون را برآورده کنن؟ تنها یک نکته را میتونم یادآور شم آقای دانش، که تیم ملی فوتبال ما یک قدم فراتر نهاده. یعنی ما زمانی در جنوب آسیا بازی میکردیم، جنوب آسیا تیم هایش برای تمام هموطنان ما مشخص هست، هند، سریلانکا، بنگلادش، بوتان، مالدیو. ما تا جایی تانستیم این تیم ها را شکست بتیم و تقریبا مالدیو و سریلانکا تنها میتونیم بگیم که حریف ما در جنوب آسیا نپال و هند هست که در 19 سال و 16 سال مقابلشون مشکل داشتیم و در اونجا قهرمان شدیم. اما در مقدماتی جام جهانی یک مقدار کار بیشتر نیاز داره. تیم هایی هستن که مسابقات زیادی انجام دادن، آمادگی بسیار خوبی گرفتن برای مسابقات و تیم ملی فوتبال ما به همین صورت آمده، یک تغییرات بسیار عمده ای در ترکیب خودش به وجود آورده. بازیکنانی که در لیگ های 4م، 3م و لیگ های بهتری در کشورهای اروپایی بازی میکردن، این بازیکنان تانسته که در کنار هم جمع کنم. البته خب مدت بسیار کمی است، نیاز به مدت و نیاز به وقت داریم که این بازیکنان در کنار هم یک مقدار هماهنگ‌تر بشن و نیاز به اون سیستمی داره که یک دفعه میای یک تیم از یک سیستمی که قبلا همیشه 4-4-2 بازی میکرد که همگی با هم آشنا بودن، با اون سیستم مربی، با اون تاکتیک مربی کاملا آشنا بودن، اما آمده یک مربی جدید با یک تفکر جدید و یک فلسفه جدید. نیاز به این داره این بازیکنانی که دور هم جمع شدن با اون فلسفه کاملا آشنایی پیدا کنن. یعنی مربی چی میخواد در داخل میدان از بازیکنان؟ خب فلسفه خاصی داره. آقای فلسفه در بازی سوریه جواب نداد، در بازی کامبوجا ما با مشکل برخوردیم و با سختی 1-0 بردیم. بالاخره این فلسفه یک وقت نشه که آخرین بازیای ما شوه که ما خوب بشیم که وقتی که تمام امتیازات از دست دادیم. فوتبال هست، این مسائل هست. بهترین مربیای جهان میان در یک تیم هایی که با او فلسفه بسیار خوبی در یک تیم دیگه نتیجه داده بوده، اما میان اینجا نتیجه نمیتن. این هست، فوتبال برد و باخت داره، اما سبک بازی تغییر کرده. اگه ببینیم ما حفظ توپ ما نسبت به قبلا خوبتر شده، اما مشکلاتی در خط دفاعی، در خط حمله و در داخل دروازه داریم.
که تا جایی که ما صحبت هایی که داشتیم در این مسابقه مقابل ژاپن یک تعداد بازیکنان دعوت شدن که در خط دفاعی اضافه شدن، در خط حمله هم یکی دو بازیکن خوب دعوت شدن و همچنین در خط میانی و در داخل دروازه سه دروازه‌بان اضافه شدن. ببینیم کدام یک از دروازه‌بان‌ها به عنوان دروازه‌بان اول میتونه که در ترکیب قرار بگیره و اصلا امروز که ما مقابل تایلند بازی داریم کاملا خواهیم دید که آیا تیم ملی آمادگی داره در مقابل ژاپن بازی کنه یا خیر. یعنی محک بسیار بالای است، محک بسیار بالای است، شبیه ژاپن بازی میکنه. تایلند از شرق آسیا هست با همون صورت، با همون تاکتیک و با اون سرعتی که شرق آسیا کلا خاصه است، اصلا زبان زده خاص تمامی جهانیان است که شرق آسیا کلا با یک سرعت بازی میکنه، زیادتر از تکنیک سرعت استفاده میکنه، اما ژاپن یک تیمی هست که کاملا حرفه‌ای است. شاید شما دیده باشین که نه تنها سرعت، از توپ‌های بلند از تمام نقاط میدان استفاده میکنن. بازیکنان بسیار حرفه‌ای مانند کسی که هوندا و هوندا دارن که در ایتالیا بازی میکنن، شینجی کاگاوایی که در بوندسلیگا بازی میکنه و ناگاتومو چندین بازیکنی که در خود ایتالیا در اینتر هست، اندو چندین بازیکنشون که در خود بوندسلیگا بازی میکنن، اکثر بازیکنان تیم ملی ژاپن در اروپا بازی میکنن و میتونیم بگیم که یک بازی بسیار سخت است. اما این را از یاد نبریم، اگر ما یک آنالیز بسیار خوب داشته باشیم از بازی ژاپن و سنگاپور. سنگاپور آمد 0-0 مقابل ژاپن مساوی کرد و به گفته بعضیا او سیستم اتوبوسی را که مورینیو در مقابل بسیاری از تیم‌ها میشینه، اما سیستم چند هیچ حمله نکرد، دو لایه سه لایه دفاعی چند و تنها چشم به ضد حملات بسته بود که یک مساوی بگیره، که مساوی هم گیره موفق شد. یعنی اگر ما آنالیز کنیم میتونیم یک واقعا ایره یک درس بگیریم و در مقابل ژاپن بهتر بازی کنیم. بسیار خوب، وضعیت تیم ملی فوتبال افغانستان در دو سه بازی گذشته بگونه‌ای بوده که حواشی برای تیم بسیار بالا بوده و حاشیه سازی بسیار زیاد شده، بلخص برای خود آقای اسکلیزیچ و همچنین خط دفاعی ما که بسیار دچار مشکل بود و خط دروازه ما که حالا بعد در بازی امروز تایلند ببینیم. این حواشی تا چی اندازه میتونه ضربه بزنه به خود نتیجه گیری تیم ملی فوتبال افغانستان و ما را از اون نتیجه دلخواه ما دور کنه، چون که بیشتر مردم ما و کلا آسیایی ها بیشتر علاقه دارن به حواشی بپردازن و تا ای که به خود اصل مطلب و به خود اصل قضیه برسن. در اصل فوتبال یعنی یک بازی دست جمعی و خود فوتبال درس وحدت و اتفاق میده. همیشه گفتیم فوتبال حالا یک چیزی شده فراتر از خود فوتبال، فراتر از او چیزی که ما در داخل میدان میبینیم، یک علم شده و خودش یک سمبولی از اتحاد شده. اکثر کشورها رو به خاطر از اینکه بیان جوانان خودشان در کنار هم درس اتحاد و همبستگی رو بتن میان در فوتبال زیادتر، چون 11 بازیکنی که در داخل میدان هست، این 11 تا تنها تاثیرگذار با بازی نیستند، او کسانی که کادر فنی هستند و 10 یا 9 یا 11 بازیکنی که در چوکی ذخیره ها نشستن و منتظری هستن که داخل برن. یک نکته دیگه من یادآور شدم، در جام جهانی مرتساکری که مدافع آخر تیم ملی آلمان هست، یک مدافع بسیار آماده هست، بل. در جام جهانی 2014 در گروهی تمام بازی‌ها فکس بود، این در ترکیب اصلی تیم ملی آلمان بود، اما وقتی که میایه به مرحله بعدی آلمان از ترکیب اصلا باز میمونه، یکی از بازیکنان میشه که فکس باید در چوکی ذخیره ها بشینه، همو هیچ اعتراضی نمیکنه، یکی از بهترین بازیکنان آلمان با او قد و قامت که همیشه خوب بازی میکرده و شاید بگم که آخرین دوره بوده که در تیم ملی بود و بعد از 2014 هم خداحافظی کرد، اونمو سرنوشت زندگیش بود. اما آمده چی میکنه وقتی که بازیکنان میان برای آب خوردن؟ اولین کسی که او بطری آب سرش باز میکنه و بازیکن میته ایمر ساکر است، یعنی نشون میده بله ما در سر چوکی ذخیره نشستیم، هیچ فرقی نمیکنه با او کسی که داخل بازی میکنه و جای ما، شاید او بهتر از ما بوده که در داخل در ترکیب بازی میکنه. پس این نشان میده که یک درس بسیار مهمی است، همگی دست اندر کار هستیم در پیروزی یک تیم. با همون صورت بود که آلمان آمد با یک اتحاد بسیار خوب قهرمانی را گرفت، برزیل 7 تا زد و تیم های دیگر به همون صورت و در نهایت آرژانتین بود. ما هم به همین صورت اگر دنبال حواشی باشیم هیچ وقت تیم ما نتیجه نمیگیره. پس بیایم کسانی که در بیرون ما در اینجا هستیم، در فدراسیون فوتبال، خارج از فدراسیون فوتبال، در چوکی ذخیره ها، کادر فنی، کسانی که قبلا اصلا دست اندر کار بودن، همگی دست به دست هم بتیم، اگر اتفاق داشته باشیم تیم نتیجه میگیره. بسیار خوب،
موضوع مهمی که متاسفانه تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان بد رقم کردش، 25 نرم میکنه و مشکل داره، خط حمله است. ما بعد از بلال آرزو که یک مدت خیلی خوب گلزنی میکرد بر افغانستان، دیگه ما یک مهاجم خوب رو نتونستیم جایگزینش کنیم، بلخص بعد از اینکه بلال هم از تیم ملی خدافزی کرد و خدافزی نه کنار کشید به خاطر آقای اسکلیزیچ به همراه 6 بازیکن دیگه که در داخل کشور هستن. چی کنیم در خط حمله؟ ما بازیکن خوب گلزن خوب نداریم. در بازی مقابل کامبوجا به این مشکل برخورده بودیم و ما به سختی و هم با گلی که بازیکن خط میانی ما به ثمرسان تونستیم کامبوجا رو ببریم. ما تا جایی که صحبت داشتیم با آقای لعلی و اسکلزیچ، یک دو فوروارد خوب دعوت شده به تیم ملی و حتی ما در بازی کامبوجا هم دیده باشیم امیری رو وقتی که به میدان آوردیم، یک فوروردی که واقعا در لیگ هالند بازی میکنه و پست اصلیش فوروارد است. حتی در اون بازی هم ما خودم انتقاد به این داشتم، امیری لیگ سویدن رو میگین؟ بله لیگ سویدن. و ما خودم انتقاد به این داشتم که وقتی که آقای اسکلزیچ میاد، فردین حکیمی و فیصل شایسته در خط فوروارد قرار میده. هر دو بازیکنی هستن که در خط میانی بازی میکنن و او قابلیت ها رو در خط فوروارد ندارن. بازیکنان بسیار خوبی هستن، بازیکنانی هستن که بازی را درست میکنن، میاین یک سیستم برای تیم تشکیل میدن و اصلا او بازی ساز است نه گلزن. به همون صورت ما مشکل داشتیم در گلزنی و به وقتی که ما یک فوروارد آوردیم دیدیم اصلا حملات ما تغییر کرد، زهراگین شد و همون باعث شد که وقتی که پاس از زول داد برگشتیش آمد هافک ما به گل تبدیل کرد. پس نشان میده با نیاز به فوروارد داریم. ما گفتیم در دو بازی قبلی فوروارد، دفاع و دروازه مشکل داریم و وقتی که صحبت کردیم حتی فیصل سخیزاده‌ای که در استرالیا بود به تیم دعوت شده، یک بازیکن قد بلند، یک بازیکنی که ما نیاز داشتیم در خط دفاعی، او اضافه شده و کسی که در خط دروازه در دنمارک بازی میکرد ویسرزی، بله، و همچنین کاوشتون از خود کابل و یک دو گلکیپر دیگه اضافه شده و امیدوار هستیم که در این بازی ما نتیجه بگیریم. خب ما نقاط ضعف خود فهمیدیم، خط میانی ما خوب بود اما در خط دفاع، دروازه‌بان و خط فوروارد مشکل داشتیم. امیدوار هستیم که بتونیم اضافه کنیم. البته خب میلاد سالم بسیار نیاز بود که در ترکیب تیم ملی باشه اما متأسفانه دچار مصدومیت شده، دوباره نمیتونه با بازی برسه. یوسف شردل اعلام آمادگی کرده، خدا کنه که برسه با بازی و بیایه. البته خب شریف محمد یک بازیکن بسیار خوبی است که در روسیه است و آمده در ترکیب تیم ملی و یک تعداد بازیکنان خوبتری اضافه شدن و امیدوار هستیم که در ادامه در بازی‌های بعدی بازیکنی چون فرشاد نوری که در رودایس هالند بازی می‌کنه در لیگ برتر او را بتونیم بگیریم، علی کاظمی که او هم در بوندسلیگای آلمان در لیگ برترش بازی می‌کنه او را بتونیم در ترکیب بگیریم. این بازیکنانی که در لیگ‌های برتر بازی می‌کنه خودش می‌تونه کیفیت تیم تغییر بده. یکی دو بازیکن بسیار تاثیرگذار، مثلا در بارسلونا وقتی میبینیم خود لیونل مسی در ترکیب بارسلونا نیست، بارسلونا او بارسلونای اصلی نیست، نمیتونه بازی کنه. پس ببینیم یکی دو بازیکن حرفه‌ای میتونه تاثیر بسیار بزرگی به تیم ملی فوتبال ما داشته باشه. امیدوار که بتونیم اینا رو دعوت کنیم. خب میم سر ردای سنی ما، تیم های 16 و 19 سال ما که آینده فوتبال افغانستان هستن، این تیم ها بیشتر تشکیل شده از بازیکنان داخلی هستن و ما تیم ملی ما کاملا بازیکنان خارجی هستن و تقریبا میشه گفت 80% تیم بله. ملی فوتبال ما تشکیل میشه از بازیکنانی که در خارج از کشور بازی میکنن، نه ای که خارجی بگیم، بازیکنان افغانستان که مقیم خارج از کشور هستن. این تیم های 16 و 19 ما که کلشان از داخل افغانستان هستن، اینا در آینده وضعیتشون چه خواهد شد در حالی که تیم ما، تیم ملی ما یک تیم است که کاملا تشکیل میشه از بازیکنان خارجی؟ آیا اینا آیندهشان صدمه نمیبینه وقتی که میبینن تیم ملیشان ای بازیکنان افغان مقیم خارج از کشور میادش بازی میکنه و جای بازیکنان داخلی بسیار درش کم است و کمتر به اینا فرصت داده میشه، اینا وضعیت رویشان چی میشه اینا در آینده؟ دکتر جالب رو آقای دانش شما یادآور شدین. خب ما گفتیم پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت فدراسیون فوتبال هست و پلان کوتاه مدتش این است که از بازیکنانی که مقیم خارج هستند در باشگاه های مختلف بازی میکنن فعلا برای نتیجه گرفتن تیم ملی که در مقدمات جام جهانی و جام ملت های آسیا بازی میکنه استفاده کنه. اما در آینده پلان اصلی این هست که از این بازیکنان زیر سن، مثلا 14 سال، 12 سال، 16 سال و همین صورت میان در رده های بالاتر قرار میگیرن استفاده کنه. یعنی ما 14 سال و 12 سالی که در کوریا قهرمان شد مثلا، ما این 12 سال در کنار هم قرار بدیم، یعنی ما 10 سال 12 سال دیگه اینا رو میتونیم در تیم ملی بزرگسال ما ببینیم. اما یک نکته دیگر اگه من یادآور شوم،
میتونیم یک نمونه بسیار خوب و یک مثال خوب گوام در نظر بگیریم. گوامی که در سال 2005-2006 19 بر 0 به تیم ملی ایران باخت و ایران امروز با گوام بازی داره، گوامی که فعلا در صدر جدول گروه ایران قرار داره. ترکمنستان 2-1 برده و هند هم برده، در حالی که ایران یک امتیاز داره. او با 6 امتیاز در صدر گروه قرار داره، در گروهی که عمان و ایران هست، قدرت‌های آسیا. گوام آمده در سال 2012 گری وایت انگلیسی را گرفته به خدمت، گری وایتی که فوتبالر نبوده. تا سن 21 سالگی فوتبال کرده و بعد از اینکه دچار مشکل شده آمده درس مربیگری خوانده. یک مربی حرفه‌ای آمده تغییرات بسیار عمده‌ای در گوام به وجود آورده. همین گپی که شما زدین. آمده در یک کشوری که 200 هزار نفر کل جمعیتش گشته، استعدادها را پیدا کرده، 14 سال 12 سال پیدا کرده، اینها را با کمک فدراسیون فوتبال گوام روان کرده به MLS آمریکا و لیگ‌های دیگه. یعنی از 14 و 16 در اون لیگ‌ها رفتن بازی کردن و حالا او تعداد او استعدادهایی که مثلا خوبتر بود اوها رو روان کرده و تقریبا دو سال بعد آمده از ما استفاده کرده. اما تا 6 سال دیگه گوام شاید از قدرت‌های برتر آسیا باشه، چون 16 سال و 14 سال خود روان کرده به لیگ‌های برتر. ما هم میتونیم اسکریزی چی خواهد کرد؟ آیا یعنی میکاره میکنه؟ ما همین صحبت با فدراسیون فوتبال داریم. هر پنج شنبه جلسات هیئت اجرایی است، همین صحبت شده که ما بتونیم زیر سنین کم کم او استعدادها رو بگیریم، با کشورهای همسایه صحبت داشته باشیم که بتونیم در اون لیگ‌ها ازشون استفاده کنیم و بعد از اون این استعدادهایی که با یک تجربه خوب در لیگ‌های خوبتر بازی کردن به تیم ملی دعوت کنیم. افغان است، در هر جای دنیا که باشه افغان است. مثلا برزیل، آرژانتین لیگ‌های بسیار خوب دارن، اما می‌بینیم بسیار کمتر از اون لیگ‌ها به تیم ملی میاد. ولی بازیکنی که در اونجا درخشش می‌کنه میاد به اروپا، در اروپا در لیگ‌های بهتر بازی می‌کنه. اما می‌بینیم این بازیکنانی که در لیگ‌های اروپایی هستن میان در تیم ملی برزیل و آرژانتین بازی می‌کنن و نتیجه بسیار خوب هم می‌گیرن. این است ما، یعنی میتونیم با یک کار خوب، با یک برنامه‌ریزی که این پلان هم هست و بازیکنان زیر سنین ما را به کشورهای دیگر روان کنیم، در اون لیگ‌ها بازی کنن، با یک تجربه بهتر بیان در تیم ملی و تیم ملی خوب داشته باشیم. خب امروز بهترین نتیجه برای تیم ملی فوتبال افغانستان چیست به نظر شما آقای رستگار برابر تایلند؟ من فکر میکنم نتیجه مهم نیست امروز. چی باخت، چی برد، چی مساوی. من فکر نکنم حساسیت نباید به این اصلا به خرج بدیم که ما بردیم. ما باید بیایم درس بیاموزیم از این بازی. نقاط ضعف ما در کجاست و نقاط قوت ما کجاست. نتیجه مهم نیست، ما فقط باید یک برداشت داشته باشیم برای مقابله با ژاپن و نقاط ضعف خود پیدا کنیم و نقاط قوت خود. پس نتیجه از نظر شما ایست که ما بتونیم که یک آمادگی کامل برای بازی با ژاپن بگیریم دیگه. بازی ژاپن رو چگونه می‌بینین آقای رستگار؟ به نظر شما ما تا چه اندازه مثل سنگاپور شانس مساوی رو حداکثر برابر ژاپن داریم؟ چون بردن ژاپن یک معجزه است برای افغانستان. برد مشکل هست، اما به نظر من اگر ما بتونیم همانند سنگاپور یک سیستم دفاعی بسیار خوب بچینیم و یک فاروارد سرعتی قرار بدیم در خط فاروارد ما، که یعنی ما بتونیم در ضد حمله وقتی که توپ در سقف خود ماست با یک توپ تو برسانیم به فاروارد و او سرعتی که داره بتونه حداقل مدافعین ژاپن با زحمت بندازه، او زمان است که از حملات ژاپن هم کاسته میشه و ما میتونیم یک مساوی بگیریم. همانند اگر در جام ملت‌های آسیایی که در استرالیا بود، امارات آمد از همین حرف استفاده کرد، آمد یک فارواردی که شماره 7 بود او را علی امجد در خط فاروارد خودش قرار داد، در حالی که در بازی قبلی او یک هافک و یک سنتر آف بود، او را در فاروارد قرار داد، آمد دولای دفاعی چند و با یک توپ بلند به او رسان و گل زدن و بعد از این کلا در میدان خود بازی کردن. از 26 بازیکنی که دعوت شدن کدامشون به نظر شما حالا از بین فارواردها کدامشون قابلیتی امتیازاتی که شما گفتین رو دارن؟ من فکر میکنم در بازی امشب مشخص خواهد شد. خب یعنی باید منتظر بازی امشب. من فکر میکنم حربه‌های مختلفی را، تاکتیک‌های مختلفی را آقای اسکلزیچ امتحان خواهد کرد و او چیزی که نتیجه بده او را در مقابل ژاپن استفاده خواهد. بسیار خب. و در آخر درباره تیم ملی فوتسال ما که دور نریم ازش، در ابتدای اشاره کردیم به تیم ملی فوتسال ما، نظر به گفته هایی که به صورت اکثرا مسئولین کمیته فوتسال داشتن و همچنین مسئولین فدراسیون فوتبال، ادعا بیشتر ای است که فوتسال افغانستان میتونه در یکی دو سال آینده جز هشتای برتر آسیا حداقل باشه. اما ما هنوز بر صورت نتونستیم که تیم ملی فوتبال فوتسال ما را در مسابقات خارجی داشته باشیم بعد از سال 2009، یعنی یک وقفه 6 ساله آمده و ما بعد از 6 سال قرار است که دوباره بریم به مسابقات بین المللی اشتراک ببریم. چه خواهد شد فوتسال ما در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که به گونه‌ای میشه گفت مقدماتی جام جهانی هم هست و ما رقیبای چون قرقیزستان، ما خوب یادم است آخرین باری که با تیم بازی کردیم به قرقیزستان 8-3 باختیم، به تاجیکستان 10-2 باختیم و به ترکمنستان هم 2-0 باختیم در سال 2009.
ما در حالی که هنوز آمادگی هم گرفته نشده برای تیم ملی فوتسال ما و دو ماه دیگه هم به بازی ها مانده، وضعیت فوتسال ما چه خواهد شد؟ البته در رابطه با فوتسال میتونه صحبت هایی را داشته باشیم که ما یک بازی هایی که در المپیک آسیایی بود در کشور کره جنوبی شرکت کردیم، نتایج بدی نبود، اما نیاز به کار داشت که ما زیادتر سر فوتسال کار کنیم. اما خب فوتسال ما زیادتر روی لیگ های داخلی سرمایه گذاری کرد، لیگ های زیر سنین و لیگ های مختلف و بازیکنان بسیار خوبی را تونسته کشف کنه، اما نیاز داره که یک مقدار تمرینات خود زیادتر ادامه بده و دو ماه هم وقت کمی نیست. اگر ما بسنجیم دو ماه وقت کمی نیست و میتونه تمرینات بسیار خوبی را پشت سر بگذاره. البته خب نیاز به یک اردوی تدارکاتی داره و چند بازی دوستانه اگر میخواییم که نتیجه بگیریم. بسیار همچه برنامه ریخته کمیته فوتسال یعنی هنوز صحبت هایی که داشتیم بله از دو هفته آینده تمرینات تیم ملی در کابل و در جمنازیوم فدراسیون فوتبال آغاز خواهد شد. تمریناتی که به صورت قرنطینه تمامی بازیکنان از ولایات و حتی از کشور ایران خواهند آمد و در کنار هم خواهند بود و گفتم دو ماه وقت بسیار زیادی است و بعد از او حتی فدراسیون فوتبال تلاشی را داره که با یک دو کشور همسایه بتونه که بازی دوستانه را انجام بده. بسیار خوب، تشکر از حضورتون آقای رسته و در برنامه موفق باشید. و سمز مک همکار مرسل منصوری د آغاز روز په خبرونه کې تشکر فوزی از اینکه تا این دم با بیننده ها بودی و در ادامه برنامه آغاز روز و همچنان با آقای سعید نقیب الله هاشمی وکیل شورای ولایتی باهات خواهد بودیم. نتاسونه هم مننه. بیننده عزیز خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید مردم افغانستان از طریق عاید معادن می تواند 400 سال زندگی کنند. با گفته رئیس جمهور تمام قراردادهای معادن غیر شفاف و به گونه پراگنده صورت گرفته است و اکنون بررسی این قراردادها آغاز شده است. رئیس جمهور غنی همچنان می افزاید که 65% خانه های کابل سند قانونی ندارد و تا چند هفته دیگر این خانه ها از طریق شرعی صاحب سند خواهد شد. به خاطر بحث بیشتر همونطور که گفتم آقای سعید نقیب الله هاشمی وکیل شورای ولایتی رو در استودیو با خود داریم. آقای هاشمی خیلی خوش آمدید. تشکر زنده باشید. میخوایم بپرسم در نخست که چرا این 65% از خانه ها غیر قانونی هستند و چگونه از خانه هایی هستند، چقدر از نفوس افغانستان تشکیل میده، چگونه اینا اعمار شدند با اینکه غیر قانونی هستند یا سند شرعی در دست ندارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم تلویزیونتان. یقینا شک نیست که بین بسا بوزات را که رئیس جمهور یا هر طبعه افغان پیشنهاد بکنه که به نفع کشور باشه ما از استقبال کنیم. یک نشست علمای افغانستان بر محور مبارزه با فساد اداری که در ارگ ریاست جمهوری شد و علما در اون نشست کردن ما از استقبال میکنیم، به خاطر که چند پیش اگر شما شاهد باشین علما نشست کردن و اونا عمل آیسای تقبیه کردن و جهاد در مقابل از اونا اعلان کردن. یک عمل به تعقیبش گام دیگه ارزنده که با رئیس جمهور میبینن و در مقابل جهاد سراسری مبارزه با فساد اداری اعلان میکنن و تصمیم میگیرن که با فساد باید ما جهاد کنیم. عمل نیک است. اگر جناب دکتر صاحب اشرف غنی این برنامه را گرفته باشه ما تقدیر میکنیم، اگر از علمای افغانستان بوده باشه ما تقدیر میکنیم. یقینا یک دوکاندار عادی افغانستان در محو فساد میتونه رول عمده را بازه کنه، چی خاصایی که علمای عزیز کشور باشه که در هر در یک با چهار نماز جمعه است میلیونا فرد در پای تبلیغ از اینا میشینن. اگر اینا مردم دعوت به کنن که حداقل جلوگیری از فساد کنن و فساد کاهش بدن، این عمل علمای ما بسیار مفید و ارزنده واقع میشه. ما تشکری عمل میکنیم. دوم، جناب رئیس جمهور گفت که علمای افغانستان و مردم افغانستان فاسد نیستن، بلکه ایده مقام ها و قاچاق بران هستن. واقعا ما اینو نمیگیم، اگر علما نیستن ایده از قاچاق برا یا مقامای دولتی هستن، خب بدنامی ازی لکه ازی تماما افغانا را فراگیر گرفته که میگن افغانا یا حکومت افغانستان در فساد درجه اول یا درجه دو یا درجه 3.
بنان یک تعداد نمیتونیم که ما ازی بکشیم که اگر یک تعداد باشه یک تعداد نباشه همه را فراگیر میباشه. میم که در اونجا بحث سر ازی که به سوال شما بیم که چطور چند فیصد مردم ما حال خانه های غیر قانونی دارن و معادن ما چطور میشه، در اونجا چند بحث پیشنهاد کردن که منابع فساد است. یک میتونیم بگویم قراردادهایی که اجرا میشه با قراردادهای ملی و بین المللی اگر در کشور افغانستان می باشه یا کشورهای دیگه می باشه، اگر از وزارت معادن می باشه یا وزارت دیگه می باشه، مثل اینک لوگر ما شما می تونیم که شاید بگیریم، بندهای برق را که ما شما گرفتیم می تونیم میره مثال برزی بگویم، این دیا عیف و میل زیاد شده، فساد اداری به حد زیاد شده و صدها معادن ماست که غیر قانونی استخراج میشن. میتونیم معادن بدخشان، لاجورد بدخشان براتون بگیم، از پنشیر براتون بگیم، مثلا اینک لوگر براتون بگیم، یا اگر در روبنا بیم چارتلاشای کنر عزیز خدا بگیم که اونا غیر قانونی به پاکستان میرن در پول بسیار کم. بنان اینی کلش فساد است که دامنگیر شده. ما نمیتونیم حکومت خدا حداقل اقتصاد قوی برای حکومت داشته باشیم پلان ندارن. اول قراردادها منبع فساد است، در جایی که میشه فساد به اوج خود رسیده نمیتونیم که استخراج معادن به شکل باید شاید به شکل قانونی ازی، یعنی از غیر قانونی جلوگیری شوه، از زور مردان معادن بگیریم، این غیر قانونی استخراج میشه. دو غصب زمین ها به سوالتون کیا هستن؟ حالا غصب زمین ها حالا به سوالتون میم، من همین سوالتون جواب میتونم کمی کم مقدمه را پیش میرم. ببینید غصب زمین ها و جایدادها که هستن از طرف زورمند داشته، براتون میگم که کی از زورمندا. سوم مواد مخدر که است که حداقل 3.5 میلیون معتاد به مواد مخدر هستن. سالانه 1 میلیون تن گندم از کشورهای بیگانه بر ما میاد، گارد یا گندم از کشورهای بیگانه میاد. ما اگر بدیل مواد مخدر به گندم تبدیل کنیم، در حقیقت میتونیم که اقتصاد خوب و شفاف داشته باشیم. قاچاق معادن براتون عرض کردم، بانک کابل بانک میبینید که فسادش به اوج خود رسیده، استخدام افراد، اینه که افراد که غیر مستقی هستند در دوائر استخدام میشن، این یک فساد دیگه است که رابطه بر ضابطه حاکم است، یعنی رابطه از ضابط کده حاکم میشن. اینی همه منابع فساد است. این که شما بگین که کی ها هستن، افغانستان در همه این شهرت های جهانی داره، همین منابعی که براتون قرارداد ها هست، اگر بانک هست، جایداد هست، غصب املاک هست، مواد مخدر هست، در کل شهرت جهانی پیدا کرده. از کابینه الی قضا دی فساد دخیل هستن و همچنان همه دی فساد غرق هستن و فسادکاران معلوم و هویدا است، مگر کسی مجازات تابانه نکرده. اگر شما بگینی صفحات تلویزیون شما، میدیای شما اعلان کرده که فلانی 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 غاصبین هستن، فلانی فلانی زورمندان هستن، غصب کردن بسا جای نقاط های املاک دولتی را، ساهای سبز کابل غصب کردن، نقاط هایی که اماکن مردم است او را غصب کردن، مگر به اونا چون هیچ کسی نبوده که مجازات یاره کنه به مخاطر باوجه سب. حالا که جناب دکتر صاحب اشرف غنی که گفت که ما این شرعی میسازیم، شرعی کار نیک است، شرعی کار خوب است، به خاطر چند موضوع پیشنهاد میکنیم. من قبلا هم براتون گفتم که بیاین عمل نیک تقدیر کنیم. این گام جناب اشرف غنی در وقت کمپاین خدا میگفت، خو ای کاش تطبیق بتانه که نقاط ما که غیر قانونی است مردم ما قانونمند بسازن. یک مفاد یا نتایجش نقاطی که یعنی غیر قانونی است، قباله شرعی نداره، قباله عرفی داره اکثر مردم ما، زمین هاست، خانه هاست، دوکان های مقدس است. اگر اینا هست میتونیم که ما شما از این کتابچه صفایی بگیریم. دو تکس دولت زیاد میشه که تکس موضوع موجود کنیم، تکس به عایدات برادر دولت میشه. سه کارها منظم تنظیم میشه. چهار حاکمیت قانون دین تطبیق میشه. پنج خدمات به همه میرسه. شما نقطه کارتی 4 و کارتی 3 جمع خیرخانه را مقایسه با یک نقطه دوردست کنیم که خانه ها غیر قانونی است. در حقیقت در اونجا خدمات شاروالی یا خدمات دولت به اونا به شکل باید که در کارتی 4 میرسه به اونا نمیرسن. سرک های وسیع و کلان براز اونا میشه که میشه. تطبیق پلان و نقشه دولتی در اونجا تطبیق میشه، جرایم کم میشه، بهبود امنیت میشه. نقاطی که ببینید مطابق نقشه شاروالی است، جایی که شرعی و قانونی است، در اونجا اونقدر فساد وجود نداره که در یک جای غیر قانونی است و قباله های عرفی دست دارن. دیگه نجات زمین های غصب شده است. اگر ما امی پروسر جناب اشرف غنی جمع علما دست به دست هم بتن پیش برین، شاید هزارها یا میلیاردها جریب زمین از دست غاصبین پس شوه و قباله شرعی عرفی یا از دولتی به دولت سپرده شوه، که در سه نقطه شک بس نقاط زمین های شخصی مردم غصب شده بعدشان پس میاد، دو زمین های دولتی که از وزارت خانه های عزیز ما غصب شده میتونه بعدش بیاد، سه ساحات سبز که در جا هست در نقشه شاروالی است اونا میتونه شود، و مسئولیت مردم دیگه که است، مردم باید مومد و همکار دولت باشند. مردم مگه یک جای قانونه
تطبیق میکنند اونجا که میخوان پلان شورای تطبیق کنند، قوالی شرعی بر از اونا بتن، پلانای دولت تطبیق کنند اونجا، بنان مردم همکار باشن، در بدل زخاو خوا دولت مسئولیت داره که واسه باشون. بله، حالا چنانچه شما گفتین که میشه یه مقداری از این زمین ها به زور غصب شده باشه و خانه ما شده باشه، به همین دلیل است که سند شرعی یا قانونی نیستن. فکر میکنین که باز هم دولت بتونه اینا را از پیش زورمندا بگیره، با اینکه چنانچه گفتین از قضا تا کابینه در این فساد غرق هستن؟ ببینین، این ارتباط میگیره به دولت، ارتباط میگیره به قانون که چقدر دولت جرأتمندانه کار میکنه. هر قدر که دولت حاکمیت قانون پای قایمتر و محکمتر و باثباتر بانه، در حقیقت میتونه که این زمین ها را از غصب خلاص کنه و با مالکین اصلیش که اگر دولت باشه یا اگر مردم باشه با اونا بسپاره. ممتا دولت در این پلان باید بگیره، پلان های منظم، استراتژی منظم جور کنن، جهات را تثبیت کنن کدام نقاط از طرف زورمندا غصب شدن، میتونن او را غصب کنن. و ساحات که مردم عزیز ما غیر شرعی مفهوم جناب دکتر سب اشرف غنی شاید امی باشه، یک زمین یک کسی بوده که یک پدر کم زمین داشته، او بالاخره تقسیم به ورثه شده، اونو رو میخواد که به هر ورثه‌اش یک تقسیم حقش شرعی او رو بسازه و کتابچه صفایی بده، به خاطر که دولت بتونه محصولات از او را همین تکس از او را یا محصول از او را بتونه جمع کنه. مثال براتون بتم، ببینید اگر این مورد باشه، فکر میکنین که 65 درصد از خانه ها این گونه باشه؟ این 65 درصد نه، بلکه 70 درصد شاید غیر قانونی باشن. شما نقطه تلویزیونتون از سر کارونا، این از علاودین به بالا تمامش غیر قانونی است و غیر پلانی است. چرا وزارت شهرسازی در پلان نخواسته اینا را داشته باشه یا در پلانش نداشته که خانه ها در کجا باید اعمار بشه؟ خانه هایی هستن که به گونه غیر پلانی اعمار شدن. ببینید، اونا پلان های خود شهروالی عزیز ما، پلان های 3 ساله، پلان های 5 ساله، طویل المدت، قصیر المدت، میان مدت دارن اونا، مگر اصلا تطبیق نشده. شما براتون مثال که دادم که از نقطه علاودین بالای طرف یا نقاط شهر کابل که مرکز یا پایتخت میمارخانه افغانستان است، شما در حقیقت 70 نه 80% خانه غیر پلانی میبینید، غیر نقطه کارتیچار اینجا، تمام بس نقاط که دیگه است. در حال که بیچاره مردم عزیز ما خانه ندارن، 5-6 برادر بودن، هر کدام جدا میشن، فامیلا زیاد شده میره، برای خود یه خانه جور میکنه اونجا. اونور اگر شرعی جناب اشرف غنی یا رئیس جمهور یا حکومت وحدت ملی جور کنه، خوبی دیست که تکس از او جمع میشه، او در یک چوکات قانون میه. مثال براتون میدم، بل برق یک چیز است که به هر خانه میه، به شاه و گدا میه، همه هر کس میفهمه که مصرف کنه میره تحویل میکنه. امی کتابچه صفایی و محصولاتم که اگر باشه هر خانه آدم میفهمه که در چوکات قانون پرته، در شر قبال شرعی بر از اینا بستان برشان بته، این بسیار بیبود است، این به اقتصاد کشور عزیز ما مفاد میکنه، غیر اقتصاد به امنیت ما مفاد میکنه، غیر امنیت در تعداد نفوس شماری و ترام تاثیرات میکنه که حداقل نفوس شمارده میشه، غیر از این سرک ما، پل پلچک ما، اینا مکمل جور میشه به خاطر که نقشه های اساسی برزنان جور میکنه. شما شاید شاید باشین یک نقطه که غیر پلانیست، شهروالی عزیز کشور ما میگه او باید به مواد اولیه آباد اگر کنه چیز نمیگه، مم تا سند بر ما بده که پسول تخریب میکنیم وقتی که پلان تطبیق شد، اما مو ضرورت داره بخونه. شما سعی کنید که در نقطه که غیر پلانی است، این بلند منزلای 7 منزل و 8 منزل و 9 منزله که در پیشی شما شرکت دالمان است، اونو آباد شده، اینی همش غیر قانونی است. اگر اینا قانونی شوه و شرعی بسازه قواله برشون بده، گام نیک مثبت است که تقدیر میکنیم. بله، حالا با اینکه وزارت امور شهرسازی، شهرداری کابل و در کل اصلا نتوانستن که جلوه این همه غصب زمین ها را بگیرن و اعمار خانه های غیر پلانی و غیر سندی را بگیرن و 65 درصد هم تعداد این خانه در کل خانه هایی هستن که سند ندارن، فکر میکنین دولت بتونه این همه را در مدت کوتاهی جلوش بگیره یا در کل بتونه جلوه این کار را بگیره و بر همشون سند توزیع بکنه با اینکه زورمندا در غصب این زمینات است؟ بیاین ما مایوس و ناامید نباشیم. حالا تا کنون چه ارزیابی کردین؟ دولت تانسته این راستا کار کنن در برابر فساد اداری و غصب زمین ها؟ این تا فعلا که ارزیابی ما کردیم، اصلا دولت ناکام است در در برنامه های خود، در پلان های تطبیق شهرواری، غیر از این در بس نقطه دیگه دولت ناکام است. ما این قبول میکنیم، مگر ما مایوس و ناامید نباشیم. اگر دولت واقعا اما تو که امروز با علمای عزیز مشوره کرد، روز دیگه با مجلس نمایندگان مشوره کنه، روز دیگه با قوه اجرایه که اردو و پلیس و یاس مجلس، روز دیگه با قوه قضایه مشوره کنه که حداقل با شما آمده افساد شما داخل نشین، ببین یک نقطه که کسی دیگه میخواد که در نقطه غیر پلانی آباد کنه، اول او را شهروالی ناحیه باید ممنوع کنه. اگر از اونها قبلش مجبور مکتوب به شهروالی و کپی از رو به
خود سارانوالی معرفی کنن. اگر در سارانوالی جمع خود شاروالی فساد صورت نگیره و پول از اونا نگیرن و اوزک قوی مجریه پلیس است او را مانی از او قرار بگیرد، در حقیقت ما میتونیم شاییم خویی به یک طرح کار داره، به یک پلان میکانیزم مشخص و منظم کار داره که رئیس جمهور اما تو که از علما کمک خواست، اما تو از پارلمان از این کشور قوی مقننه کمک بخواید، اما تو از قوی قضایه کمک بخواید، اما تو از قوی اجرایه کمک بخواید که سه قوت جمع مردم در کار پرته. انشاءالله رزیز موفق میشیم، ما مایوس نباشیم. کوه هر قدر بلند سر خود را داره، مگر پلان اساسی منظم به خاطر از بین بردن فساد یا کاهش فساد یا محو فساد باید موجود کنه. بله، حالا شما فکر میکنین در این 13 سال فرصت هایی که داشتیم تمامش فساد صورت گرفته و اونا رو بتونیم که جبران بکنیم در یک سال یا دو سال در 13 سال که فساد صورت گرفته؟ همین فساد در یک نقطه تنها اینه بود که خانه های غیر مسکونی، خانه ها غیر پلانی است یا غصب املاک است. ما براتون قبلا گفتم که در قراردادها فساد بوده، در غصب املاک بوده، در مواد مخدر بوده، در معادن ما بوده، در بانک ها بوده، در همه جا فساد بوده. مگر ما تدبیر اگر دولت ما پلان های اساسی بگیرن، کار به اهلش سپرده شوه، اونا میتونن که موفق بارن. به خاطر چی موفق میشن؟ بله، نظر به گپ شما در همه موارد فساد صورت گرفته، خب با این همه چطور میشه که جلو فساد را گرفت؟ با این که تنها فساد در مورد خانه ها نیست، در کل فساد است، چطور میشه جلو از اینا را گرفت؟ میتونن که یک مکافات و مجازات باشه. هر کسی که فساد کرد مکافات، چهار نفر مجازات شما کنین، در حقیقت ولاگو ببینین کس فساد کنه. اما در این زورمندان دست دارن و اونا چگونه میشه بس ازشون رساندن؟ این همه سال که نرساندن معلوم میشه که از اونا هراس داشتن، تا حالا چگونه بتونن؟ ببین، پلان پلان است، مدیریت مدیریت است. اگر یک مدیریت خوب و شفاف اساس ما در کار پرت هم در حقیقت میتونه بگیرن. امروز نگویم که تماما انگارهای ما به فساد دلالت. شاید ما فعلا جاها را براتون مثال بتون که در حقیقت فساد نیست. مثال براتون بتون، در طول یک سال در پاسپورت، کسانی که پاسپورت میگیرن ریاست پاسپورت است، شما از برین از زن، از مرد، از پیر، از جوان همه پرسان کنین، میگن که در اونجا فساد نیست، در اونجا واسطه نیست، در اونجا رابطه نیست. من وکیل شورای ولایتی هستم، میرم برای نستاد میشم مستفید، من صرف روز اولم تعداد که مستفیدا باشه امو تعداد میبرن، بخاطر که او رو از مردم عذر میخواید بخواید. ما مش نمونه خروار یک جای مثال میتیم، نه بچی کاکای مسونا، نه بچی خالی مس، مگر از زبان همه مردم مش نمی ایجاست که نه واسطه کار می، ایجاست که نه زور کار می، ایجاست که نه کدام سلطه دیگه کس کار گرفته میتونه. اگر ما امور مثال بتیم در تمام دولت، اما تو کسانی که واقعا وطن دوست باشن. بله، با معذرت آقای هاشمی، دوباره برمیگردیم به بحث. اما چنانچه آگاه هستیم که امروز کابل میزبان ششمین نشست ریکا خواهد بود و همین اکنون این مراسم افتتاحیه ریکای ششم جریان دارد و به گونه زنده از شما دعوت میکنم از آریانا نیوز بیننده باشید. برای ریکا شش در کابل میدانم. برای من جای مسرت است که شما را در آغازین نشست های گروه های کاری خیش مخاطب قرار میدهم. در خب ما باید من حیث پالیسی سازان بسیار محتاط بوده و کار خوب و با کار خوب خیش ادامه دهیم. در غیر آن این کارشناسان وظیفه ما را خواهند گرفت. من از تجربه شخصی خیش صحبت می کنم. و با تمام جدیت همکاران ما فرصت های عالیه به خاطر آغاز و عمق موضوع در این نشست ها داریم و ما در مورد پیش بینی های اینکه آسیای مرکزی و جنوبی در دهه آینده با پل ارتباطی جهانی و مرکز عمده اقتصاد متحرک مبدل خواهد شد شنیده‌ایم. اقتصاددانان و بانکداران منطقه‌ای پیش بینی می‌نمایند که فرصت‌های اقتصادی منطقه‌ای در طی 10 سال آینده به گونه چشمگیر افزایش می‌یابد. و شناسایی راه‌های مشخص آن برای عملی ساختن این فرصت ها واقعا در دست ماست. من به نمایندگی همه گفتم میتونم که رای طولانی در پیش داریم،
ولی در عین حال این یک انکشاف و دستاورد مثبتی است که متخصصین در چهار اطراف جهان آغاز و گنجانیدن مسائلی که از آن آگاهی در تحقیقات خیش گنجانیده اند. همچنان کاملا از ابعاد سیاسی در رابطه با حقایق و تحقیقات که در این راستا صورت گرفته مستحضر می باشیم. ما باید با حقایق مواجه شویم. اساسات های سیاسی که مانع تجارت، ترانزیت و ترانسپورت مختلف می شود، ما باید در آگاه باشیم. جای شک نیست. اگر ما این را با ریکای قبلی مقایسه کنیم، ما در واقع تمام چالش هایی را که در ریکای قبلی با آن مواجه بودیم مورد ارزیابی قرار می دهیم و می توانیم در آن مفکوره ها و نظریات خیش را طوری که لازم است بگنجانیم. You may have noticed that RECA is now more region-centric than Afghanistan-centric. Or that the projects are fewer, more investment sensitive, and more catalytic than cross-border projects. And more catalytic than cross-border which certifiably demonstrates that the political country در راستای انکشاف و بهترسازی آینده افغانستان و همچنان اتصال ما با کشورهای منطقه کمک نماید. Or that there's a full-fledged implementation phase to RECA 6. و ای میتونم مورد در تطبیق ریکا 6 و مواردی را که ما در این در مورد بحث قرار می‌دهیم کمک نماید. و همچنان راه‌هایی را که چگونه ما میتونیم از این فرصت‌های بالقوه استفاده کنیم ما را کمک خواهد کرد. در کنفرانس‌های متعددی and the reason for that is simple که ما رو در او صحبت کردیم. Compared to 3 years ago, when RECA was last convened, we have nonetheless serious challenges and in front of us. و ما چالش هایی که در پیش رو داریم باید روی زو محتاطانه بوده و راه حل های خوبی را جستجو کنیم. Ideally situated platform for pursuing all these initiatives. ما باید از تمامی فرصت ها و ابتکارات را ترانزیت یا مسائل ترانزیتی صحبت کنه و اقتصادهای بیرونی را در داخل افغانستان جذب کنم و شرکای ما باید در این راستا با ما هم کاری کنم. They have just as much to gain from increasing cross-border trade transit and investment as we do in Afghanistan. تجارت ترانزیتی که در افغانستان بهبود بیابد نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه نیز برداری کرده میتواند. خود جلسه امروز ریکا روی تمام امکانات اقتصادی و چانس‌های اقتصادی که در قسمت سکتور خصوصی وجود دارد نیز ما بحث و گفتگو خواهیم کرد. Than their public sector counterparts. With sufficient capital in hand, با زمانی که ما سرمایه کافی داشته باشیم و پروژه‌های قابل تمویل داشته باشیم ما میتونیم کارهای بسیار زیادی را انجام بدهیم. Conventional wisdom holds that private capital will stay away from unstable environments. خود تجربه با ما نشان داده که زمانی که یک کشور ناامن باشه سرمایه از او فرار میکنه. Let's note what a couple of members of our economic team refers to as the security economic strategy nexus. That while military means may be necessary to deal with insecurity in the short term, در کوتاه مدت ما میتونیم با استفاده از نیروهای نظامی خود ثبات به وجود بیاریم، اما در طویل مدت ما نیاز به پالیسی های بسیار گسترده و مهم اقتصادی نیازمند برنامه های گسترده اقتصادی هستیم تا در طویل مدت در همکاری با شرکای خود آینده بهتری را برای مردم خود برمغان داریم. به گونه مثال در سکتور دولتی
میتونه پروژه های میانه را روی دست داشته باشه. اما میتونه بعضی خطرات احتمالی را بر استرکتور خصوصی نیز به میان میاره. ما نیاز داریم تا سکتور دولتی زمینه را مساعد بسازه تا هم سکتور خصوصی و هم سکتور دولتی در پهلوی هم به صورت مساویانه کار کنه. یکی از اهداف ریکا ایست تا این پروژه ها عملی شود و یکی از دلایل عمده دیگه ریکا ایست که تا برنامه های خوب منطقوی را روی دست بگیریم و اونا را عملی بسازیم. خود ترانسشپمنت از هم مهمتر است و یکی و میتونه که زمین های خوب تجارتی را در منطقه به بار بیاره و خود تنظیم گمرکا از همه مهمتر است. خانمان و آقایان، با جنبه های کوتاه مدت اقتصادی که در آسیا میانه و آسیا جنوبی وجود داره، ما میتونیم که از این فرصت ها استفاده بکنیم و این میتونه ما را کمک بکنه تا تمام کشورها به رفاه و خوشبختی دست یابند. ما باید کار آغاز بکنیم و به صورت عملی تلاش بکنیم تا از یک پارچگی منطقوی بهتر در آینده نزدیک برخوردار شویم. بگوییم مثال باید فرصت های اقتصادی که وجود داره باید به صورت مساویانه از اونها بهره برداری بکنیم و تنظیمات و تمام نظم باید به صورت نرمال صورت داشته باشه. در بسیاری حالات خود مدیریت ریسک از اهمیت زیاد برخوردار است. امسال پروژه بسیار زیادی وجود دارد که تمویل نشده و ما یک سلسله از پروژه ها را شناسایی کردیم که اونا در اولویت قرار دارند. همچنانی که ما قبلا یادآوری کردم نیار برای بعضی پروژه ها وجود دارد و امکان دارد که ما اونا را عملی بسازیم. خود مطالعات امکان پذیری به صورت گرفته خود دهلیز چابهار و گوادر که میتونه از مشارکت اقتصادی زیاد برخوردار باشه. خود دهلیز خط آهن یکی از پروژه‌های بسیار مهم ریکا است و پروژه‌های دیگه هم وجود دارد که ما روی تاکید کردیم و این پروژه‌ای است که اینا میتونن امسال روی زود ما کار آغاز بکنیم. ما به عنوان منطقه کارهای زیادی را میتونیم انجام بدیم و در کوتاه مدت و طویل مدت میتونه که اقتصاد ما را رشد بده. طور مثال جی دی پی عواید ناخالص تولیدات از لحاظ جنبه اقتصادی در سطح منطقه زمان بسیار خوبه امروز برای استراتژی ریکا وجود دارد تا این استراتژی تطبیق شود. امسال کارهای زیاد را انجام دادیم، خصوصا تیم اقتصادی وزارت امور خارجه کارهای زیاد انجام دادن و خود در مرحله جدید تطبیق امیدوار هستیم که به خوبی کارها پیش بره و با هم یک جای کار بکنیم همه ما و تا در مرحله تطبیق به کار خود ادامه بدیم. ما کارهای دیگه هم وجود داریم بعد از کنفرانس که اصل کار بعد از کنفرانس آغاز میشه. چیزی که واضح است نظر به معلومات اقتصادی که ما داریم این هست که با کار خود ادامه بدیم. ما همه ما با شرکای منطقوی خود نیز باید همکاری بکنیم از نزدیک. سوالات و این سوال و سوالات بسیار زیاد دیگه وجود دارد. سه گروپ کاری داریم امروز ما. یک بار دیگر تشکری میکنم از آمادگی شما. تشکر. و این بعضی از دوستای ما.
بیننده عزیز، شما بیننده جریان مراسم افتتاحیه ریکا 6 به گونه زنده از آریانا نیوز بودین که در این نشست در مورد تفاوت‌های این نشست ششم با نشست‌های دیگر که در کابل برگزار شده بود صحبت شد و همچنان معین سیاسی وزارت امور خارجه بیان داشتند که می‌خواهند در این نشست مشکلاتی که در نشست‌های سابق و همچنان مشکلاتی اقتصادی که در کشور وجود داره اونا را راه حل بسنجن و طرح‌ها و تفکرهای گوناگون کشورهای منطقه را که در این نشست شرکت دارند با مقامات شریک بسازند و همچنان عملی روی این مشکلات کار بکنند و طرح‌هایشان بعد از این نشست به جنبه عملی را به خود بگیره. و همچنان در این نشست گفتن که چیزی که مهم است به خاطر اقتصاد و پیشرفت رشد اقتصاد کشور ایجاد راه‌های ترانزیتی میان چین، افغانستان و قرقیزستان است که میتواند تجارت و سرمایه گذاری را در افغانستان رشد بده. و همچنان در مورد این که میخواین که با کشورهای منطقه روابطشان را بیشتر و گسترده‌تر بسازن تا بتوان فرصت‌های سرمایه گذاری و تجاری بیشتر به خاطر رشد اقتصاد کشور فراهم سازن صحبت شد. و همچنان آقای مراد گفت که افغانستان نیاز داره که اقتصادش را رشد بده و همین نشست و عملی شدن همین پروژه ها در این نشست باعث میشه که اقتصاد افغانستان رشد بکنه. و همچنان نگرانی که داشتن از پایین بودن نرخ نفت در بازارهای جهان و همچنان پایین بودن نرخ پول در کشور بود. و همچنان ایشان هم یادآور شدن مسائلی که میتونه مشکلات اقتصادی کشور را برطرف بسازه و اقتصاد کشور را رشد بده راه ترانزیتی و گسترده ساختن تجارت کشور با کشورهای منطقه و جهان است. و همچنان از حکومت و از کشور خواست که راه‌های بهتر تنظیم روابط و هماهنگی را با کشورهای کمک کننده و اقتصادی داشته باشند که از نگاه اقتصادی رشد بیشتر دارن با اون کشورها همکاری ها و قراردادها و پروژه‌های بیشتر داشته باشیم تا بتانیم از این را کشور خود کفا بسازیم. و همچنان در این نشست آقای مراد گفتن که میتونه که یکی از راه‌های مهمی که اقتصاد پیشرفته راه ترانزیتی میباشه و همچنان بر عملی شدن جنبه‌های این پروژه در این نشست تاکید کردند.